سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. بیست و پنج دقیقه توقع ما و مردم نیروهای امنیتی افغان ضرورت زمانی که او حادثه رو اختار بخواهیم. بحث این هفته. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. ائتلاف ها و حرکت های سیاسی در برابر طالبان در حال شکل گیری است. برخی از این حرکت ها بدون آنکه جغرافیایی را در اراضی افغانستان در دست داشته باشد، در بیرون از کشور اعلام موجودیت می کند. شنبه همین هفته حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان زیر شعار تغییر اعلام موجودیت کرد و بر مبارزه و مفاهمه تاکید ورزید. به گفته تشکیل دهندگان حرکت، در ترکیب این حرکتشان بیش از 200 تن از مقام‌های پیشین و فعالان حقوق زنان شامل هستند. در نشست مجازی این جریان تازه سیاسی، محمد حنیف اطمر وزیر پیشین خارجه و محمد معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی حکومت مخلوع افغانستان شرکت دارند. محمد حنیف اطمر که خودش را عضو این حرکت معرفی کرده، نظام طالبان را نامشروع خوانده، اما گفته است که راه حل بحران موجود ادامه جنگ نیست. این سو حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان با احمد مسعود فرمانده جبهه مقاومت ملی گفتگو کرده. آقای محب بر رادیو آزادی گفت که گفتگوهایش با احمد مسعود به این چرخیده که چگونه نظام جمهوری و مردم سالار دوباره اعاده شود. این تلاش‌های سیاسی به کجا خواهد رسید؟ کی در افغانستان دنبال چیست؟ آیا تنها تلاش‌های سیاسی برای وضعیت فعلی یک چرخش خواهد آورد؟ دورنما چگونه به نظر می‌رسد و تحولات حاضر چی پیامدها به امراه خواهد داشت؟ جهان در برابر این تحولات چی موقف خواهد گرفت؟ خاموشی، نظاره‌گر و یا هم حامی؟ در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه گفتگو میکنیم. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما هستند: دکتر نور احمد خالدی، کارشناس مسائل سیاسی، و مهدی عارفی. نعیمی هستم میزبان شما. امور فنی این برنامه را طاهر روشن پیش میبرد. خوش آمدید میگیم به مهمانان عزیز ما در برنامه. نخست جناب خالدی، با شما. تحرکات سیاسیون چی هدف را دنبال میکند؟ تعامل با طالبان یا اینکه بازگشت دوباره به قدرت؟ سلام محترم، سلام به شنونده های شما. انگیزه های اشخاص، انگیزه های گروه ها، انگیزه های سیاسیون مسائل مختلفی را در بر می گیرند. یک تعداد به دنبال کسب دوباره شهرت خود و امتیازات از دسترسی خود هستند. یک تعداد واقعا برای از شرایط افغانستان، از اوضاع و احوال افغانستان رنج میبرند و به دنبال عزیزان که این کشور نجات بدن از پرتگاه سقوطی که در لبه از قرار داره. اوضاع افغانستان بسیار خراب است، اوضاع اقتصادی بسیار خراب است. 21% تولیدات داخلی افغانستان در یک سال تقلیل یافته. این قرار است که تا ختم سال 2022 به 35% تقلیل پیدا کنه. سطح انفلاسیون یا تورم قیمت ها به 17% بالا رفته. عواید مردم کم شده. این فقر و تنگدستی گریبانگیر مردم افغانستان است. از طرف دیگر طالبان یک دولت انحصاری تشکیل کردند، یک دولت تشکیل کردند که هیچ جای در اوج برای مردم، برای ابراز، برای در دولت یا در نظام حاکم در روح مردم نمیتونه مشاهده کنه. مشروعیت حکومت داری از بین رفته. دولتی که حکومتی که یا مقام و حکمرانایی که 50% نفوس مردم خود از حقوق کار و از حقوق تحصیل محروم کنند، مشروعیت حکومتداری نداره. بله. به این خاطر این
این نگرانی ها نزد گروه های بسیار زیاد اشخاص بسیاری است، وطن دوستاب در قیخواها این نگرانی وجود داره. اشخاص مختلف، گروه های مختلف برای مقاصد مختلف میخواهند که متحد شوند و راه حل پیدا کنند برای بحران افغانستان. در جناب خالدی، تلاش ها از راه دور آیا نتیجه خواهد داد؟ از لحاظ نظامی سیاسیون خیلی قدرتمند نیستن، اما در بود سیاسی شاید توانایی های داشته باشن، اما در کل بدون داشتن جغرافیا و عراضی آیا به اهدافی که تعیین کردن فکر میکنین خواهند رسید؟ مهم نیست که در افغانستان کسی جغرافیا داشته باشه و از اینجا سیاست کنه. مهم نیست که گروه های اتحادیه های جبهات ایجاد میشه این منعکس کننده آرمان های مردم باشند، منعکس کننده خواست های مردم باشند، درد مردم یا تبارز بدن و همچنان برنامه را که مطرح میکنن این برنامه از یا عملی باشن، برنامه از یا مردم گرد خود جمع کنه، سیاسیون افغانستان گرد خود جمع کنه. در این میان ما چند نوع قسمی که قبلا نست کردم چند نوع گروه بریم. یکی کسایی هستند که عشق تمساح میریزن و کسایی هستند که پوری دارایی های منقولشان در افغانستان مانده به دلبال او دارایی هستند، دوباره به او خاطر اتحاد میکنن. مثلا اتحادی که در چند وقت پیش در قره شده بود و اینجا ایزیاتر ایز. همچنان اتحاد تازهی که آقای اطمر ایجاد کرده، یا هم کسایی هستند که آقای اطمر مثلا و آقای استانکزهی کسایی از چهره های هستند که در 20 سال گذشته یا مطرح بودند در مقامات بزرگ دولتی اشتراک گرفتن. همچنان کسایی که همراه ایزی هستن کسایی بودن در 20 سال گذشته در دولت در حکومات های کرزی و رئیس جمهور غنی یا شریک بودن در مقامات پایین هم نبودن، در مقامات تا بالا بودن. این اشخاص هم از قله قدرت پایین افتادن، بنابراین یا میخواین مطرح باشن. بخصوصی که تازه امریکا اعلان کرده، تازه به طالبان توصیه کرده که شما باید با سیاسیون افغانستان یک راه حل بر افغانستان پیدا کنین. این سبب شده که بعضی مردم، بعضی حلقه ها تشویش شوند که یا از قافله پس نمانند یا در اینجا. همچنین یک چیز فراموش نکنیم که یک موضوع مهمی که در این مطرح است که توافق دوحه بین طالبان و امریکا دو بخش داشت. یک بخشش این که امریکا تعهد کرده بود که افغانستان خارج میشه، بخش دومش طالبان تعهد کرده بودن که با دیگر سیاسیون افغان میشنن و نقشه راه حل سیاسی افغانستان را جستجو میکنن. بخش اول تکمیل شده، بخش دوم تکمیل نشده. این توافق به تصویب شورای امنیت ملل تایید رسیده. یک چوکات حقوقی است که وجود داره که جامعه جهانی میتونه با سیاسیون افغانستان از این مجرا با طالبان تعامل کنه. بله. طالبان مجبور میتونن که بیشن با سیاسیون افغانستان یک رکشی راه حل سیاسی تره کنن که در او مردم افغانستان مشروعیت داره به دولت بتن که او از او راضی است. خالدی، دورنما چگونه به نظر میرسه و تحولات حاضر چی پیامدهای در صحنه سیاسی به همراه خواهد داشت؟ خب ما باید انتظار داشته باشیم که تشکلهای سیاسی، جبهه ها، اتحادیه ها این پروسه تشدید پیدا کنه. همه دیشب یک جلسه بزرگ زومی دیگه در جریان بود که یک تعداد از فعالین سیاسی از دور دنیا در اشتراک داشتند، به شمول چند نفر از وکلای سابق پارلمان افغانستان و استادا، دکترا، متخصصین، آدمای سیاسیون مختلف، حقوقدانا در اشتراک داشتند و ای روی امی موضوع بحث میکردن که چگونه میتوانیم یک شبکه از تمام ای بنیادهایی را که در مقابل طالبان قرار گرفتن ایجاد کنن که تا یا با یک زبان مشترک و فعالیت های خود هماهنگ سازند. به عقیده ما به تنهایی نمی توان هیچ گروهی، هیچ جبهه موجوده به تنهایی نمی تانه این وظیفه اهم را که در مقابل ملت افغانستان قرار داره
یا در بوده دارن انجام بدن، مگر این که یا با دیگر گروه ها، دیگر جبهه ها، دیگر بنیاد ها بالای خطوط مشترک، بالای اهداف مشترک، بالای استراتژی های مشترک توافق کنن و یک شبکی را تشکیل کنن، یک اتحاد ملی را وجود بیارن که بتانن یا یک الترناتیف مناسب یا یک بدیل مناسب در مقابل طالبان ایجاد کنن که جامعه جهانی بتانه با یاد از طریق از یا و با یاد تعامل داشته باشه و یا بتانن در اون صورت می توان یک دیالوگ یا یک گفتمان ملی را با طالبان ایجاد کرد برای تغییر در افغانستان.